بعضی از رسانه ها از مهاجرت کیمیا علیزاده تنها مدال‌آور زن ایران در المپیک به هلند خبر دادند. خود او هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. عکسی از خانم علیزاده منتشر شده که او را بدون حجاب هنگام تمرینات در هلند نشان می‌دهد. فدراسیون تکواندو ایران گفته منتظر تصمیم کیمیا علیزاده درباره ادامه فعالیت حرفه‌ای است. رسانه های ایران می‌گویند او به دلیل مصدومیت مزمن امکان حضور در رقابت‌های المپیک را ندارد. کیمیا علیزاده موفق شد در المپیک ریو دو ژانیرو اولین مدال ورزش زنان ایران را به دست آورد. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین با ما هستن. آقای یونسیپور، افرادی که میگن خانم علیزاده مهاجرت کرده، بنابر چه شواهدی این ادعا رو میکنند؟ اول اجازه بدین من تسلیت بگم خدمت بازماندگان این دو فاجعه، سقوط هواپیما و همینطور سقوط اتوبوس، و انشاءالله غم آخرشون باشه. زمان کیمیا علیزاده در دو فاز میشه دید، در زمان حال و در زمان گذشته. آنچه که در حال هست اینه که کیمیا علیزاده بدون حجاب اسلامی یا اجباری که به هر حال برای ورزشکاران زن ایران باید رعایت بشه، در هلند کنار پسرها و دخترهای تکواندوکار عکسی انداخته که میدونیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها و بارها تمجید کرده از ورزشکارانی که مدال میگیرن و با جنس مخالف دست نمیدن در زمان اهدای مدال، یا مثلا با دخترانی که با حجاب میرن. و دیدیم که برای دخترانی که بدون حجاب در مسابقات مختلف، همین چندی قبل رقابت‌های شطرنج رو دیدیم، چه اتفاقاتی میفته وقتی به کشور برمیگردن. این یه مسئله است که حاله. یه بخشی هم به گذشته ای برمیگرده که کیمیا علیزاده ابتدا به یک سندروم ناشناخته دو سال پیش مبتلا شد و پزشکان حتی از تشخیصش ناتوان مونده بودن. انقدر آزمایش‌هایی داد در داخل و خارج از کشور که گفتن در نهایت شناختن و گفتن که یک سال این طول درمان داره، و بعد از اون دوباره دچار مصدومیت شد، نه بیماری، و دور موند. فدراسیون تکواندو ایران توی این دو سال دقیقا میشه بگیم که کیمیا رو حذف کرد. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش میگن در فدراسیون اینه که آقای محمد رضا پولادگر، رئیس معمم و درس خوانده در حوزه علمیه قم فدراسیون تکواندو که قریب به دو دهه هستش که ریاست فدراسیون تکواندو ایران رو بر عهده داره، و میدونیم که نابغه هایی مثل میلاد بیگی و محمد رضا مهماندوست بهترین بازیکن و بهترین مربی تکواندو ایران و جهان رو از کشور فرارید. راحله آسمانی به بلژیک پناهنده شد و حالا که کیمیا علیزاده میخواد بره، بعد از سخنرانی خانم کیمیا علیزاده و در حمایت از حسن روحانی در جشن مدال آوران المپیک، خیلی خشمگین شده بود علیه ایشون، و الان هم در حقیقت داره. ما توی رفتار فدراسیون تکواندو این فراری دادن مغزها رو بارها و دیدیم، و اصلا عجیب نیستش که امروز بهترین دخترمون از دست تکواندو بره. ممنونم از شما، معذرت میخوام وقت بیشتر نداریم در برنامه. پیام